هموطنان عزیز، من الان در کنار یک عده از هموطنان عزیزم کردهای ایرانی هستم در مرکز حزب دموکرات کردستان ایران. این هموطنان هر کدومشون برای خودشون کتابها داستان دارن از گذشتهشون، از مبارزاتشون، و بعد از تمام این داستان‌ها باز هم با روحیه بسیار قوی سربلند از افتخارات گذشتهشون در اینجا باز هم ادامه میدن به ایرانی بودنشون و ایرانیتشون. شما چند نفر شهید دادید جز تو خانوادت؟ تقریبا به دوربین نگاه کنید که بود بعد میشه. سر هم 14 شهید داریم. 14 از خانوادمون بردن، پدرم و مادرم با 3 تا دایی با خانوادشون. خودتون زندان بودید؟ شکنجه شدید؟ 7 بار. 7 بار. چند ساله شروع کردید مبارزه رو؟ والا مبارزمون که به قول معروف اینجوری نبود که به دست خودم باشه. اما سال 57 پدرم اومد به حزب دموکرات، من سیاسی بودم. سیاسی بودم. خانواده ای که یک نفرشون در برابر جمهوری اسلامی بیسته، دیگه همشون ضد انقلاب معروف. اما 12 سالم بود، خوب یادم اولین سیله اطلاعات خودم. اولین سیله رو 12 سال بود. مبارزاتمون هم اینجوری نبوده که مسلحانه باشه. تنها کاری که من کردم ترانه خوندم، مشکل سیاسی نوشتم و سلام. شما گفتیم که یکی از شکنجه ها دندوناتون رو شکندن. چند سالتون بود که دندونتون رو با شکنجه شکندن؟ سال 78 بود. چند ساله بود؟ تقریبا 20 سالم بود. 20 سالتون بود که با کتک دندوناتون شکوندن. بعد گفتیم مثل این دیگه کجاتون شکوندن؟ آره اینجا دست راست من فکر میکنم ترس دست من بهش میگن. ترس دست من زدن، با لگن تو سینم زدن، این دستم پیچید و این آرنج هم شکست. درونم باسارش پیداست، اونجاش پیداست. با این دست اگرم با چی زدم، با چوب زدم روش، حتی گوله میبینم، جلوی جایی که استخون اومده بود بیرون پیداست اینجاش هم. بعدش دو تا از ناخونام کشیدن، دو تاشون باسارشون هم پیداست. چند وقت نگرتون داشتن تو زندان؟ والا زندانی اینجوری نبود، 24 ساعت میزدن، 6 ماه باید میخوندن. اینجوری بود، یعنی بگی انداختنمون زندان هم. فقط وقتی که دست همو شکندن یک هفته منو نگر داشتن. بعد یک هفته که اومدم دستمو درست کردم، دیگه تا یک سال توانی هیچی رو نداشتم. یعنی چنان میزدن که در حقیقت از نظر نقص عضو شما رو یک سال اونجا زندانی تخت خواب میدن؟ اینجوریه دیگه. آخرین دفعه که منو زدن، خدا بیامرز، مادرم مریض بود دیگه. دکترها گفته بودن از ناراحتی و از فشارهای اعصابی که اطلاعات برای مادرم می آورد، خب زن بود، یه زن با شرف که 21 سال یتیم داری کنه رو شرف شوهرش، چون من پدر مفقود رسه شد، معلوم نبود چی کارش کردن، گم شد. اول انقلاب بود و سال 59 بود که 84 نفر تو جنگ ارومیه اینا گم شده، معلوم نبود نه لباساشون نه جنازهشون، هیچی تبدیل داده نشد، اینا همشون گم شدن، مفقود رسه شدن دیگه. مادرم با 3 تا بچه، حساب کن 3 تا بچه را تو گهوار بزرگشون کنه تا بعد. حالا من از همه کوچکترم، من پسر کوچک خانواده دارم که برادر و یه خواهر از خودم بزرگتر دارم. حتی جمهوری اسلامی به شوهر خواهر من که چجوری بگم طلبه مسجد بود، درس شریعت میخوند، به خاطر اینکه پدر من حزبی بوده، پدر من اندام حزب دموکرات بوده و شهید حزب دموکرات بوده، اجازه این که ملا بشه بهشون نمیدادن. نه، این داماد دموکرات هست، نمیشه اجازه بهشون بدن. اینجور چیزا بود. مادر من دکترش میگفت از بس که فکر اومده سرطان مغز گرفته. سرطان مغز؟ اشکنجه این اعصاب و اینا. سال 79 که مادرم فوت کرد، مادرم مریض بود، پدر بزرگی بود، دنبال من فرستاد، گفت که بیا کار کنم. روزه بودم، ماه رمضان بود، رفتم اونجا و بادم پایی رفته بودم،
وضو گرفته بودم، نماز نخونده بودم، نماز عصرمو نخونده بودم. رفتم اونجا گفتم پدر بزرگ چیه؟ والا نمیدونم، از آگاهی مادر یه کمی باید کار دارم. گفتم خب پدر بزرگ تو میدونی اینا بیان نعشمو تحویل میدن، واسه چی بعدی که اینا میان بهم بگو در چرا صدا میکنی که اینا بگیرن؟ من اون وقت گفتم نه تو یه کمی چیز باید داریم، یه بازجویی میکنیم و بعدش خداحافظ. که رسیدیم اونجا دیگه افطارم نکرد بودم، افطاری من چپ و لگد بود، با چپ و لگد افطاری کردم. بعدش ترس دستبند هم کردم که صراحت هم بگم، دستبند میزنم به دست، اینجا دره میخورم، اینجا یه آهن میذارم یه میله که بلند میکنن پار میره، باید جوجه کباب بهش میگن. رو دو تا صندلی گذاشتن دیگه، تا ساعت 12 شب با کابل زیر پاهم زدن، کف پاهم تا 12 شب. تا ما فقط بهم بگید واسه چی منو بزنید، منم دلم خوش باشه بخواد ریدید یه چیزی منو میزنم، واسه چی منو میزنید؟ ها جوان چیز میکنی مغزشون رو پار میکنی ببری به حزب دموکرات به گروه هایی؟ ما آخه کدوم جوان الان بی سواد هیچی حالی نیست که بیاد گوش به حرف من بکنه و بیاد به حزب دموکرات؟ من خودم اصلا خوشم از حزب دموکرات نمیاد، هیچی حالیشون نبود. ساعت 12 با اینکه هوا خیلی سرد بود، باران و برف چیز قاطی می اومد، منو لخت کردم، تنیا یه شورت پام بود بردنم بیرون، منو به چیز یه میله بود مثل میله یه چیز بگیم چارچوب دروازه، دروازه فوتبال، منو بهش آویزون کردن و حالا خرسه حالتو به جا میاریم. این حرفش هیچ وقت یادم نمیره، آقا خرسه حالتو جا میارم. یه فکر میکنم سحری بود نفر عوض میکردم، میگفتم بابا تو رو خدا، گفت ها با خدا کار داری؟ خدا بیا ببینم چی کارت داره. یه نفر رو صدا میزنه، یعنی تا قسم بخوری به ضررت تموم میشه، یه نفر رو میاره این هوا این خدا چی کار با خدا داری؟ مثلا من زندون دیدم، دو پاس پله یه ارومیه که بهش میگن زندان چیز اطلاعات ارومیه، تو چهار راه ارومیه هست، یه دیوار نوشتم خدا رفته مرخصی، پیغمبر رفته ملاقات، قرآن هم نداری، یعنی قسم خوردن بی قسم، قسم به درد نمیخوره. میگفتم بابا حالا بذاریم بگیم اینا من سنی هم اینا شیعه، تو رو به امام علی، علی رو میخوای؟ حالا صداش میزنم علی بیا ببینم چیکار داره. یه نفری از اون هیکل با هیکلتر میامردم. خلاصه سحری بود که مسجد میخونن واسه سحری مردم بیدار میشه دیگه، حالم تموم شده بود که قدم منو زده بودن، حالا به جای ضد عفونی کردن اینا نمک رو تو آب میکنن، یعنی شوراب درست میکنن برای ضد عفونی کردن، اینو به بدنم خالی کردن دیگه. بعد از اون صبحش نمیدونم سرهنگ بود یا سربرد بود اومد، آقای حسینی بود یادم نیست که بهش چی میگفتن، دیگه از جون خودم سیر شدم، گفتم آخه این نامردی نیست، تو همین کار رو میکنی که جوان یا میره خارج یا میره بیرون یا به گروه هایی میرسه، جوان مردم اینجا سیر میکنه از زندگی، حالا شما نه پروندی رو من دارید، نه مدرکی داری، نه کاغذی داری، نه برگی داری، واسه چی من رو آورده اینجا 24 ساعت خدا من رو میزنی تو؟ نه تو 200 تا 200 جوان رو چیز کردی، رزد کردی و برای حزب دموکرات، در حالی که من اتحادیه جوانان و روستای راژان رو تشکیل داده بودم فقط به خاطر شورای اسلامی که تو روستا بود. این فقط برای خاطر این شعرهایی که شما گفتیت من میگفتن شعر سیاسی که اونا کتک خوردنش جدا بود، اینا 200 جوان بودیم با هم یه مجلسی گرفتیم، یه اجلاسی گفتیم اینجوری نمیشیم، حالا دهمون داره خراب میشه، این زمین ها واسه چی مفت فروخته بشه؟ پولی که بودجه ای که دولت بده میده چرا یه شورای اسلامی تو جیباش بکنه؟ باید ما این سه بار با ما جلسه بذاریم که آقای شورای روستا من تو را انتخاب کردم چیکاری برام کردی؟ کارآمد چی؟ به عنوان یه جوان متفکر حتی تو حتی من رو بازم بوده
حالا همین شورای اسلامی به جای این که بیان با ما همدردی کنن، در حالی که آقای را بهشون گفته بودیم که چیز اینجوری هست، بخشداری، پاسگاه، گردان، همه چیز گفته بودیم، آقا ما یه نظری اینجوری داریم، این شوراها ما رو میخورن، ما میخوام ازشون بگیریم. این شوراها برخلافش نوشته بودن که این پسر شهید حزب دموکرات است، خودش اندام حزب دموکرات، تشکیلات حزب دموکرات 200 جوان رو رزم کرده میبره تو حزب دموکرات، اگه نگیریدش 200 جوان رفتن، در حالی که اینا که با من پیوندی گرفته بودن همش 50 جوان مجرد نبود، همش زن و بچه دار بودن. یعنی چطور بالاخره از ایران در رفتی؟ والا عروسی بود، من تو عروسی بودم، گورانی بکردی گفتم، آواز میخوندم که اصلی اومدم خونه، زنداداشم گفتش عثمان 3-4 نفر دنبال تو باده بودن، گفتم نشنابی بود، والا از این ریشی ها بود، فکر کنم اطلاعات بودن، گفتم خوب چکار، گفت والا اومدن خلاصه سوال تو رو کردن و سراغ تو رو گرفتن و رفتن، گفتم باش دیگه برمیدم اینجوریه، صبح زودی پا شدم اومدم اشنویه، از اشنویه زنگ زدم خونه، گفتن که همین الان اینجا بودن. یه اومدم پیرانشار را نبود، از پیرانشار اومدم سردشت، از سردشت این پاسگاه کوچولو سر را بود، یه سرباز گیر داد گفت که کجا میخواد بری، گفتم والا من یادم توریستم میخوام برم سیاحت کنم و اینا، تو حالا که اینجوری باید مایه بدی، مایه باید بدی، 24 میگفتن مایه، میگفتن 24 باید بدی، به هیچ بانه نشد، 150,000 تومان پول بهش دادم تا اجازه مدار رد بشم. رسیدیم به یه ده هممزه، بهش میگن کانیزت، بکنم آقا فرهاد بیشتر آشناس چون اهل اونجاست، از کانیزت مزرعه میخوام، یه الاغ اجاره گرفتم، گفتم آقا من سوار نمیشم، فقط تو راه نشونم بده، رو مین و اینجور چیزا نیافتم، تو مرز همش مین گذار، یکی این مرزا هم آره، این مرزا خوب دولت بعث و ایمرونه کلن مینگذاری بوده، این راه هست که اینا پیدا کردن، از این راه گفتم فقط جلو من برو، من دنبالت میام و اینا، تا رسیدم مرز عراق دیگه خوشبختانه دیگه حالا رسیدیم به اینجا انشالله، و اینجا میعبدان یه جای امنیه و حداقل یه امنیت نسبی دارین، و امیدوارم هم که از این به بعد باز هم یه روزی با سربلندی بتونیم باز برگردید به مملکت خودتون. من فکر میکنم که حالا شما هنراتون رو نشون بدین، عشق ما رو که در آوردین، من مطمئنم عشق خیلی از بیننده های عزیزم در میاد، ولی متاسفانه باید گفت که این عشق ها جای زرج ها، شکنجه ها و کشتاری رو که مملکتانوی ما در داخل مملکت دادن این مدت نمیگیره، اثری هم نداره، ولی باز هم به روحیه جوان شما افتخار باید کرد که اینجور بازم روحیاتون رو حفظ کردیم. من از کنار شما ها پا میشم، شما ها برنامه هنری خودتون رو با سرپرستی که پیش فعلا مثل اینکه فارسی میخونن و کردی میخونن، شما هم که هر دوشو میخونید. من یه چیز رو عرض کنم، حالا که متاسفانه ما اینجا که برق نیست نمیتونیم با تمام عرقترمون کار کنیم، میتونیم فقط عرقارا رو زحمت بکشه ریتمشو بگیره و زحمت بکشه، همینقدر که واقعا اون صدای دلتون و حرف دلتون بیاد بیرون برای ما کافیه، چون دفع آقای زاکسن عالی Yeah.
Yeah.